دورد بیکران پاینده ایران دوستان گزارش های زیادی در سرتاسر سر دنیا از پهبات های انتحاری شاهد 136 ایران در خاک اوکراین داره منتشر میشه باور نکردن نیست یعنی تمام سیستم پدافند دنیای غرب متوجه شده در برابر پهبات های آریایی شاهد 136 فشل هستند و ناتوان و ورق جنگ در اوکراین رو به شکل عجیبی داره عوض میکنه یک گزارشی رو حالا رسانه های روسیه تا الان ما خب خیلی گزارش ها داریم از رسانه غربی شروع کردن به اعتراف ولی رسانه های روسیه شروع کردن به تمجید این پهپادها و این قدرت اینه که ایرانی اگر بخواد واقعا میتونه فراتر از مسخره بازی حجاب اجباری و اینا این نظام میتونه کارهای بزرگی بکنه یعنی مغزه کار میکنه نمیدونم چرا بحث عقیدتی و اینا میشه مغزه یه جورایی چیز میشه استوب میشه ولی توی بحثای واقعا نظامی شما ببینید چه مغزی میخواد تو بیا یه چیزی رو درست کنی تمام دنیا انگوش بدهن بمونن با هم داشته باشیم اگرومنه. Проблема. Именно таким заголовком американское издание «Политика» описывает новые боевые беспилотники, которые в последнее время все чаще появляются в небе над Украиной и доставляют немало хлопот боевикам Киев. Хоп, <repancy> و مشکلات بسیاری برای جنگجویان رژیم کیف ایجاد کرده است یم سمی боевики بیویکی здесь здесь زدس و زمتک میگه بله خود جنگجویان اوکراینی نظامی اوکراینی هم بهش اشاره کردن و به عنوان نمونه اینجا در یادداشت گروبان نیروهای مسلح اوکراین عنوان میکند که من اینو برنامهش کردم نظریات خود فرماندهان کیف رو بیان برنامه کردیم و توضیح دادیم که واقعا میگن که ما زمینگیر شدیم پرمیر ملادشی سرژانت وسو рассказывает چطور نه خیرسونسکم نپرولینی درون ندوان بیس ترودا اونیشتوزلی سرازو دو تانکا و ادیسی پر... خب میگه در منطقه خرسان بدون هیچ مشکلی دو تانک اینا رو از بین بردن و و اینجا داره اون فرمانده کیف بیان میکنه و میگه که اینا موفق نشدن که پهبات ها رو مثلا тех не удалось зафиксировать полет к целям на радаре дескать практически невозможно ну или как минимум میگه که ردیابی این پرواز ها یا این پهبات ها عملا غیر ممکنه <تصالح> خب اشاره میکنه به نشریه پولوتیکو که امروز من یه برنامه از این نشریه آمریکایی دارم و میگه که نشریه پولوتیکو گفته که آقا برای چیز میشه به این نظر میرسد که چنین پهبات در واقع قانون بازی در بحران اوکراین تغییر دادن که اینو من فکر کنم برنامه شم کردم وه پا سوتی مینیت که خیلی توانایی دارم میتونن زر پوشها و اینها رو هدف قرار بدم و خب ردیابی م که نمیشه این پهپادها نمیتونم ردیابی کنم گاوبیم راکتیونم سیستمم شدیدن رادار گریزن های انتهاری ایران соответственно теперь укранацисты просят вашингтона помощь мол ждут чего-нибудь для Противодействие вышеупомянутым дронам от дождутся ли попытался понять евгений тишковец евгений خب حالا یه دونه متخصص بخش نظامی خودشون کارشناس نظامی خودشون آورده Приветствуем. насколько я понимаю, эффективные управы на подобные беспилотники, ну у запада просто нет. میگه تا جایی که من پی بردم قبل ابزارهای کنترل مؤثری علیه چنین پهپادهایی رو نداره. یعنی نتونستن اگه داشتم که خب پهپادهای سطح پایینتر از پهپاد شاید 136 مدل‌های پایینتر رو در جنگ یمن میتونستن ازش بهره برداری کنن و ما دیدیم اونجا پاتریوت های آمریکا رسما فشل بودن یه سبات رو همه بچه کاوش مدیا کنین چون برنامه رو اونا در حقیقت زیرنویس نویس کردن دوبری вечер اکسیم دا ایخ پروست نیچم زبیوات. میگه بله هیچ چیزی وجود نداره که به تا این پهپادها ها رو بزنن страшное признаменование в небе над одессой انرژی هم داره صحبت میکنه میگه یک نشانه ناگوار در آسمان های اودسا رژیم اوکراین میداند که هرگاه آنها پدیدار شوند قطعا اتفاق بعدی خواهد افتاد Украинская хунта знает, когда появляются они, точно произойдет что-то плохое. И вроде бы летят не так быстро и не очень высоко, но беспрепятственно заходят на любую цель. Средства ПВО бессильны. میگه خیلی سرعت زیادی دارن در ارتفاع بالا پرواز میکنن و سیستم های دفاعی هم ناتوان هستن برای ردیابی آنها حالا یه گزارشی رو داره پخش میکنه اگه پاده خب داره نشون میده پهباد ایرانی چجوری رفته یکی از برها هدفها رو با موفقیت منهدم میکنه خب میگه ظاهرا پهباد شاید 136 به کابوسی برای نیروهای مسلح اوکراین تبدیل شده و در کانال های تلگرامی با نام گ ایران د شناخته میشود شود و تلگرام کنالاх تаکже فیگوریروت پоد گیران 2 رаزرаبоتکا میجدو پروچиم ایرانسک نیبا... که لازم به یادآوری ت که توسه این پهباد ایرانیست از نو Кучек, Большой баражирующий боеприпас массой всего около 200 килограммов обладает весьма внушительными характеристиками: дальностью полета до 2000 километров, высота до 4 километров, максимальная скорость 180-200 километров в час. Больше, чем, например, а, да, аз... да, У байрактара, хотя и меньше, чем у реактивного самолета. Запускается БПЛА с передвижной платформы, что затрудняет поражение стартовой площадки. И сделан из композитных материалов. Его не замечают даже новейшие радары НАТО. Он идет низко, соответственно, цель неудобная для ВРК. <applause> نه قبلا گفتیم اینجا اشاره میکنه کارشناسی دیگه که کارشناس نظامیه میگه این پهپادها در ارتفاع پایین پرواز میکنن ما گفتیم در فیلم تاپ که آقای تام کروز بازی کرده کل اون فیلم دو ساعت و خورده ای میخواد مثلا تلاش بکنه بگه که آقا ما خلبان امریکای های آمریکایی توانایی اینو داریم که در رادار پایین پرواز بکنیم که سیستم رادارهای ایران نتونه ما رو ردیابی کنه و مثلا با ما آسیبی برسونه خب اون فیلمشو داره میسازه اون تو هالیوود داره یک فیلمی رو میسازه ما اینجا میبینیم که همین مقص نیروهای مذهبی که الان سر داستان های هجاب اجبار اینا واقعا وقتی میرسه کودن میشن ولی همین مقص های کودن در امور مسئله داخلی در بخش نظامی تمام دنیا رو انگوش به دهان میکنن یک تناقض اینجا وجود داره تمام دنیا رو انگوش اینا... اونا فیلمش رو میسازن هزارات در سپاه رفتن درستش کردن عملیاتیش کردن چیزی که اونا آرزوشونه فیلمش رو تو هالیوود میسازن و در دنیای واقعی بهش نرسیدن ما در دنیای واقعی بدون فیلم هالیوود بهش رسیدیم این خیلی نکته مهمیه در بخش نظامی واقعا این نظام قابل احترامه میگه که به صورت فعال این در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفتن و موفقیت بزرگی در برابر بزرگی در برابر بر به عنوان مثال سیستم های موشکی ضد هوایی آمریکا داشتن دقیقا چیزی که من تو همه این سالها گفتم گفتم پاتریوت آمریکایی فشل بود در برابر قاصف دو بچه های حوسی یمن پهبات های قاصف دو میومدن و به هدف می رسیدن Впрочем, есть мнение, что Герани это только начало масштабного деклассирования вражеского ПВО. По сообщениям российских военкоров, очень скоро к ним в небе могут присоединиться и другие, куда более крупные машины. Упоминается, например, Махаджер. حالا در دوباره مهاجر شیش هم میگه پهپاد دیگه ای از اینا میگه به عنوان مثال مهاجر شیش نام برده می شود که از نوع مهمات سرگردان محسوب نمی شود بلکه یک سیستم شناسایی تهاجمی با قابلیت استفاده مجدد است. 6. Это уже не баражирующий боеприпас, а многоразовый разведывательно-ударный комплекс, который может и самостоятельно поражать объекты ВСУ бомбами и управляемыми ракетами, и наводить на цель другие беспилотники, в том числе те же баражирующие боеприпасы. По мнению экспертов, такие связки дронов могут быть крайне эффективными в охоте на западное высокоточное оружие, натовские гаубицы, а также пусковые системы «Хаймерс» и «МЛРС». То есть, таким образом, с учетом появления шахи 136, можно спокойно, как говорят военный эксперт, охотиться на американские хаймерсы. оружие, натовские а также пусковые системы хаймерс и okay, То есть, таким образом, с учетом появления шахи 136, можно спокойно, как говорят военные эксперт, охотиться на американских Хаймерс. С которыми так ВСУ хвалится последние несколько месяцев. То есть в этом смысле беспилотники могут и способны поразить поставленные перед собой цели задачи. Конечно же, успехи боевых дронов Российской армии видят не только американские журналисты. В Пентагоне новую угрозу тоже восприняли. Вероятно, именно ответом на баражирующие беспилотники стала продажа Киеву зенитных систем Насамс. سپیالنا زتوچنی خب میگه های حالا پرافندی مختلفی رو دارن به اوکراین میفروشن و حالا امیدوارن که بتونم جلوی این پهباده در بیارم. اخنا بربو س نی بلشیمی ایرودینامیکیسکیمی سیلمی. ایتیمی ولادیمیر زیلنسکی. پراودا اکسپرتی سامنیوایوتسا شتو اتا کاکتا پاولیایت نا افکتیونست رابوتی بپلا. رازوی شتو ولی خب کارشناسا تردید دارن که این سیستم پدافندای جدیدی که دارن به اوکراین میدن بتونه جلوی پهباده شاهد 136 ایران مقابله کنه. ایدلنیک استانیت چوت Мы всегда привыкли считать, что маленькая скорость – это плохо. Нет. Шо в ряде случаев это, наоборот, достоинство. И не каждая ракета в состоянии увидеть беспилотник, который летит со скоростью там, 120 или там, 90 км в час. Более того, это вот там всякие вот есть еще моменты, связанные с приездом. Я частотой, С радиальной скоростью. если это все использовать в комплексе, то, может быть, Несомс даже и не видеть вообще подобного рода хотя бы. ببینید نزدیک ده تا گزارش در همین هفته های گذشته در ده روز گذشته نزدیک ده تا گزارش به دست من رسیده در دن از سر تا سر دنیا ببینید دنیای غرب که به شدت نگران پهپادهای ایرانی استفاده شده در جنگ اوکراین و دارن مسائل زیادی رو مطرح میکنم ولی یه چیزی جالبی که برای من بود از روسیه تا قبل تا هر کسی که داره این پهبات ها رو تحلیل میکنه همشون یک فصل مشترک دارن که این پهبات ها قیل قابل رد و یا هستن و تأثیر گذارن و بسیار قوی هن. و این خب یه افتخاریه برای ایرانی جماعت که تونسته در حوزه نظامی اینقدر غرورش رو احیا کنه گفتم ما اگر در زمان شاه میگفتیم که آقا ما یه پهپادی داریم یه تسلیحات نظامی داریم که روسیه خواهان این هست که از ما بخره و همه دنیا انگش به دهان موندن و توانایی مقابله با اونو ندارن از شما تست الکل میگرفتن یا میبردنتون تیمارستان که ازتون نوار مغزی بگیرن ولی این اتفاق امروز رخ داده و این توانمندی است که این نظام در این حوزه برای ما به ارمغان آورده برای همین همین یه مورد رو اگر من به عنوان یک ملیگرا بخوام داشته باشم میبینم که راهی نیست جز دفاع از این نظام و برای که آلترناتیف هایی که وجود نداره ولی همونایی هم که به صورت کمیک خودشون رو تو فضای مجازی مطرح کردن مثل رضا پهلوی یا خانم مریم رجوی اینا حتی به صورت کمیکی که دارن مطرح میکنن هنوز به اینجا نرسیدن اینا حتی جرأت نمیکنن بهش فکر بکنن که ما خود کفا باشیم چه برسه به اینکه مثلا ما از اینا انتظار داشته که بخوان عمل کنن ولی این نظام بهش عمل کرده و داره انجام میده هم فکر کرده هم داره عمل میکنه در همین نکته است که ما رو کانالیزه میکنه در دفاع از این نظام قربونتون برم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید همتون رو به اهورامزدای ایران میسپارم بدرود